این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست. خدا گواه است که ما بعضی هامون ظالم ترین افراد هستیم و خودمون اطلاعی نداریم. وقتی واژه ظلم به کار می رود و ما می شنویم و واژه ظالم رو به کار می ره ما می شنویم، تصورمون از ظلم و ظالم این هست که یک نفر مثل صدام یا هیتلر یا جورج بوش یا نمیدونم اوباما یا نمیدونم بنیامین نتانیاهو اینها بیان فلان عمل رو با فلسطینی‌ها، با ملت عراق، با افغانستان، با دیگران بکنن، ما بگیم چقدر اینها ظالمن، چقدر اینها ستمکار و ستمگر هستن. اما اصلا تو ذهنمون نمیاد که ممکن است یک پدر متدین، یک مادر متدینه به همین مقدار یا درصدی کمتر در نوع خودش به نسبه دارای ظلم باشه و آدم ظالمی باشه و در پیشگاه خداوند متعال پاسخگوی ظلم خودش باشه. پدران و مادرانی که به فکر ازدواج بچه‌های خودشون نیستن. خیلی جالب، من به عینه دارم میبینم پدران و مادرانی رو که بهش وقتی میگی چرا برای دخترت همسری اختیار نمی کنی، این همه خواستگار داره براش میاد و میره، چرا شوهرش نمیدی؟ و میگه من این دختر نگذاشتم برای خودم که من کسی نه رو اینم شوهرش بدم، کی پلو من میمونه از من محافظت میکنه؟ این معلومه که اولا هیچ اعتمادی به خداوند متعال نداره، اصلا خداوند کسی نمیدونه، قدرتی نمیدونه. و ثانیاً این بچه رو به دنیا آورده که این بچه نوکرش باشه تا زمانی که این زنده است. بعد مرگش هم میگه گور باباش هر جوری میخواد بشه عوضش من دوتا علنگو بهش میدم، عوضش نمیدم یه میلیون تومن تو بانک دارم میدم به این. بعدها اینا رو عرض میکنیم خدمت شما، نه یک میلیون تومن برای چنین خانمی شوهر میشه، نه اون دوتا علنگو برای شوهر میشه. همه اینا رو من تو انواع ازدواج ها رو برای شما عرض خواهم کرد. اهدیه فاطمه مهدیه فاطمه مهدیه فاطمه مهدیه فاطمه چشم ما در انتظار گشت دل ها بیقرار رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در بحث ازدواج که عرض کردیم یکی از بحث هایی است که در ارتباط با بحث حجاب هم مطرح می شود که اگر در جامعه ای ازدواج زیاد بشه و ازدواج جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکند، عرض کردیم که تقریبا میتوان گفت که بدحجابی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد و افول خواهد کرد در اون جامعه ای که ازدواج رونق داشته باشه. و هرچی رونق ازدواج رو بگیریم و ازدواج رو به سمت کسادی ببریم و
بازارشو کساد بکنیم، از رواج رو بیاندازیم. بعد حجابی در جامعه به دلایلی که قبلا در بحث حجاب بهش اشاره کردیم زیاد خواهد شد و این مشکلاتی رو برای اون جامعه به وجود خواهد آورد. از مهمترین مشکلاتی که میتوانه ارتباط مستقیم با بحث ازدواج، یعنی بحث حجاب با بحث ازدواج داشته باشه، مهمترین مشکلش اینه که خانواده ای تشکیل نخواهد شد، یا انقدر این خانواده دیر تشکیل میشه که از نظر تربیتی و مسائل دیگر خانوادگی مشکلات خودش رو داشته باشه. اگر هم خانواده کم تشکیل بشه تو اون جامعه، که خب نسل کم کم کاهش پیدا میکنه، رو به انقراض میره و مانند بعضی از کشورهایی میشه که امروزه برای به دست آوردن یک فرزندی که ملیت و فرهنگ اون کشور رو داشته باشه جایزه تعیین میکنن. اما بحثی که این جلسه داریم در ارتباط با ازدواج تحت این عنوان میخواییم بحث بکنیم، البته عنوان کلی بحث ما ازدواج از دیدگاه شارع مقدس، روایات و احادیث هست، که این رو در جلسه گذشته خدمت دوستان روایات و احادیث رو خوندیم، این جلسه هم دنباله همون روایات و احادیث رو خواهیم گرفت، گیرم با این تفاوت که میخواییم که به این روایات و احادیث یک نگرش کلی هم داشته باشیم و انشاءالله یک نتیجه گیری در پایان بنماییم. بنابراین عنوان جزء ما و موضوع جزء ما بعد از اون موضوع کلی ما که ازدواج از دیدگاه روایات و احادیث هست، این هستش که محسنات ازدواج کردن، یا به عبارتی دیگر آثار مثبت ازدواج کردن از دیدگاه شارع مقدس، شامل آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین مسائل روانشناسانه ازدواج یا عدم ازدواج و همچنین مضرات عدم ازدواج، یعنی ازدواج نکردن، یا همون عبارت دیگرش این که آثار منفی عدم ازدواج چی میتونه باشه از دیدگاه شارع مقدس و همچنین از دیدگاه روانشناسانی که تو این زمینه کار کردن و مطالعه داشتن. در قسمت اول آیه شریفه‌ای که میفرمود که خوندیم، فرمان بر ازدواج کردن و به ازدواج درآوردن رو به ما میداد، که آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم، که دستور میداد به اینکه به ازدواج در بیاورید زن و مردی رو که مجرد هستن و عذب هستن و اینها ازدواج نکردن، یا ازدواج کردن در ازدواج شکست خوردن، یا ازدواج کردن شوهر یا همسرشون یعنی زنشون از دنیا رفته، یا طلاق گرفتن به هر دلیلی، اینها رو به ازدواج در بیارید. پس انکحوا الایاما توضیح دادیم، بازم تأکید میکنیم که دلالت میکند بر این که حتی کسانی که یک بار ازدواج کردن و نتوانستن ادامه بدن به هر دلیلی، مرگی بوده، بیماری بوده، طلاقی بوده، هرچی که بودن، چه زن چه مرد، مجددن هم اونها رو به ازدواج باید در آورد. در این قسمت آیه شریفه وقتی که این قسمت رو ما توضیح دادیم، حتی در مورد کنیزان که الان کنیزی وجود نداره در جامعه اسلامی، در گذشته این بوده، ولی قرآن تاکید داره که حتی کنیزان یعنی بردگان و کسانی که در گذشته اونها رو هیچ میشه مردن و به حسابشون هم نمی آوردن، قرآن میفهمد اونها رو هم برید به ازدواج در بیارید، حالا در سطح خودشون به ازدواج در بیارید، نذارید اینها هم مجرد باشن. بعد گفتیم که در پایان آیه شریفه فرموده که خداوند متعال کسانی رو که ان یکونوا فقرا، کسانی رو که در این زمینه فقری داشته باشند، تنگ دستی داشته باشند، بضاعتی نداشته باشند، خداوند تبارک و تعالی اینها رو از فضل خودش بی‌نیاز می‌کنه.
یغنهم الله من فضله، از فضل خودش بی نیاز میکنه. این در واقع یادتون باشه، هر کس هم که صدای ما رو میشنود این رو در ذهن خودش داشته باشه که یغنهم الله من فضله یعنی خداوند متعال تضمین کرده، تضمینش 100%، یعنی تضمین خداوند متعال همین جورش هم تأکید هست، خود تضمین پروردگار بدون هیچ گونه ادات تأکیدی، یادتون باشه که خودش مؤکده چون فرمایش پروردگار هست، مولا درزش نمیره. خودش فرموده که من تضمین میکنم که اینها رو از فضل خودم بی نیازشون بکنم، یعنی افرادی که بضاعت نداشته باشن، بی بضاعت باشن، دستشان خالی باشه، در این زمینه من اینها رو کمکشون خواهم کرد. در این مورد اون وقت گفتیم که در جلسه پیش گفتیم که احادیث وارده به 3 دسته تقسیم می شدن. دسته اول احادیث تشویقیه اسمشو گذاشتیم، یعنی احادیثی که تشویق می کرد که ما به ازدواج در بیاوریم افراد رو، و اگر خودمونم ازدواج نکردیم در این راه قدم برداریم و ازدواج بکنیم. دوم احادیث تهدیدیه، یعنی اسمش رو ما گذاشتیم احادیثی که تهدید میکرد از کسانی که نسبت به کسانی که اینا ازدواج نکردن و نمیخواهن ازدواج بکنن، دلیلی هم برای این کار خودشون دلیل موجه ندارن، چون یکی ازدواج نمیکنه دلیل موجهی داره، یه وقت یا دلیل شرعی است یا دلیلش عقلی است یا هر دو هست، یه وقت کسی دلیلی نداره بهانه گیری میکنه برای این کار. گفتیم احادیث تهدیدیه در این مورد و این افراد داریم. سوم احادیثی که آثار و برکات ازدواج رو در جامعه به ما میشناسانه که این چه برکات و آثاری داره. در قسمت اول ببینید یک جمع‌بندی خیلی جالبی رو میخواییم خدمتون تقدیم بکنیم، تقریبا جمع الجمع احادیثی که ده‌ها حدیث در این مورد هست از شیعه و سنی، میخواییم جمع الجمع بین اینها رو داشته باشیم، معدل گیری بکنیم. دقت بکنید در باب اول، یعنی در زمینه احادیث تشویقیه در باب ازدواج، جمع‌بندی که حاصل بکنیم اینا از دل اون احادیث در میامد و چیزایی هم که در این جلسه داریم بهش اضافه میکنیم. ازدواج مثل بقیه سنن پیغمبر یک سنت نبوی است که باید انجام بشه و روش تأکید هم شده. فرمودن که پیامبر فرمودن صلی الله علیه و سلم که بر سایر امتها به واسطه ازدواج مسلمانان و تکثیر و ازدیاد نسل اونها حضرت افتخار میکنه. فرمودن که مزدوجین ازدواج کنندگان پاک و پاکیزه پروردگارشون رو دیدار میکنن. فرمودن که مزدوجین یعنی کسانی که ازدواج میکنند فریاد شیطان رو بلند میکنن نسبت به خودشون، شیطان رو از خودشون خشمناک میکنن، در نتیجه رضایت پروردگار رو به دست میارن. گفته شد که نصف دینش چنین فردی کامل میشه، نیمی از عبادت به چنین فردی داده میشود، 2 رکعت نماز او بهتر از عبادت شبانه و روزه روزانه فرد مجرد هست، یعنی یه فرد مجرد تمام ماه رجب و شعبان و اینا رو همه روزه مستحبی بگیره، همه رو، که خیلی فضیلت داره دیگه، ما روزه بالاتر از ماه رجب، مگه روزهای تکی استثنایی باشه دیگه نداریم انقدر فضیلت داشته باشه، کسی اینا رو روزه بگیره شبام همه به قیام و قعود باشه، نماز شب و ایناش تک نشه، در این شب تهجدش هم تک نشه، شب زنده داریش تو چنین شبهایی، شبهای ماه رجب مثلا یا شعبان. می فرماید که یه نفر میاد این کارا رو هم انجام نمیده، قدم برمیداره تعهدی رو بر دوش میگیرد میرود ازدواج میکنه. می فرماید 2 رکعت نمازی که این فرد میخواند بهتر از 70 رکعت نماز آدم مجرد هست.
دو رکعت نماز چنین فردی بهتر از عبادت شبانه اون فردیه که من برای شما عرض کردم که روزه مستحبی میگیره هر روز، شبام تهجد و شب زنده داری داره. هم بهتر از عبادت شبانه چنین فردی، هم بهتر از روزه روزانه اوست. دو رکعت نماز یک آدم متعهدی که رفته تعهد اختیار کرده، مسئولیتی پذیرفته و عرض به خدمتتون که ازدواج کرد. خیلی جالبه، این رو هم نمیدونم عرض کردیم یا نه، که خواب چنین شخصی، یعنی یه نفر میره مسئولیت یک فردی رو بر عهده میگیره، یعنی بهش میگیم مساویه با ازدواج، یعنی ازدواج میکنه، خوابش هم بر شب زنده‌داری و روزه مستحبی فرد عزب و کسی که ازدواج نکرده فضیلت داره. خوابش، یعنی شما میدونین در ماه مبارک رمضان یکی از خصوصیات ماه مبارک رمضان، شما در خطبه پیامبر در اول اعمال این ماه در مفاتیح الجنان میخونید که پیغمبر فرمودن که و نومکم فیه عباده، خواب ماه مبارک رمضان خواب شما هم در این ماه عبادته. یعنی اگر مؤمن باشید، ایمان داشته باشید، خداوند متعال دل خواسته که اراده فرموده که در این ماه مفت و مجانی ثواب بده. خلاصه گفته آقا کسانی هم که میخوابن، ایمان به من داشته باشن، ایمان به پیغمبر و معنزل الله داشته باشن، بخوابن خوابشون هم ثواب براشون میبیسیم. و نومکم فیه عباده. اینجا میفرماید در حدیث داریم جنبندی و معدلگیری احادیث دیگه، میفرماید که خواب چنین شخصی که اومده مسئولیت پذیرفته و ازدواج کرده بر شب زندداری و روزه مستحبی فرد عزب و مجرد این فضیلت داره، خوابش هم فضیلت داره، یعنی میخوابه خوابش هم فضیلت داره. این خیلی جالبه. بعد گفتیم که وساطت در امر ازدواج بهترین وساطت هاست. ما رو دست این وساطت دیگه وساطتی نداریم. کسی که این کار رو انجام میده گفتیم با نظر رحمت، با نظر رحمت پروردگار مواجه هست، یعنی پروردگار با نظر رحمت به او نگاه میکند. عرض کردیم بهترین بناها در نزد پروردگار ازدواجه. ازدواج استحکام نیمی از دین انسان هست. این گوشه ای از احادیث تشویقیه در مورد ازدواج. حالا تو خیلی موارد دیگه ما داریم که بخوانیم واقعا یکی دو مجلس فقط فهرست اینها طول میکشه، خواندنش و توضیح دادنش. در مورد احادیث تهدیدی هم در مورد ازدواج این بود که عدم ازدواج رویگردانی از سنت پیامبر هست. کسی که ازدواج نکنه دینش دائما در معرض خطر هست. گفتیم که از طرفداران اهل بیت نیست چنین کسی که ازدواج نکنه و دلیلی بر عدم ازدواجش نداشته باشه. چنین فردی اگر بترسه از نظر مالی و ازدواج نکنه، گفتیم گمان بد به پروردگار خودش برده، که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که هر کس از ترس تهی‌دستی ازدواج نکند به خدای عزوجل گمان بد برده است. چرا؟ بعد حضرت همین آیه رو تیکه‌ایشو می‌خونن که می‌فرمایند خداوند عزوجل می‌فرماید اگر تهی‌دست باشند خداوند از فضل خود توانگرشان می‌سازد. ان یکونوا فقراء فقراء یغنهم الله من فضله. اشاره به همین تیکه آیه می‌کنن حضرت. اینا عرض کردیم چنین اشخاصی گمان بد به پروردگار خودشون می‌برن. بعد گفتیم که چنین اشخاصی باز اگه دلیل نداشته باشند برای عدم ازدواجشون از گناهکاران هستن قطعا، در صورتی که بمیرن جزو بدترین مردگان به حساب میان، عبادتهاشون همواره با ثوابها و پاداشهای پایینی روبرو هست نسبت به مزدوجین، البته مسئله نسبیست، و و و موارد دیگر که اون هم میخوایم بگیم فهرستش طولانی خواهد شد. ما چند تاشو به عنوان نمونه عرض کردیم. قسمت سوم آثار و برکات ازدواج هست.
عرض کردیم از آثار و برکات رو ازدواج بیشتر شدن روزی هست. کسی که میخواد روزیش بیشتر بشه این کار رو انجام بده. باز هم دارم تأکید میکنم، ببینید مسئله بیشتر شدن روزی مسئله بیشتر شدن پول نیست. ما فکرمون خیلی محدوده بعضن که تصور میکنیم روزی مساوی است با فقط پول، در صورتی که روزی مساوی با فقط پول نیست. روزی مساوی با مواردی است که انسان برای ادامه حیات خودش نیاز به اون موارد داره. مثلا عافیت هست، سلامتی هست، شغل درست و حسابی هست، مقداریش هم پول هست، ولی پول رده آخر این قضیه هستش و چیزهای دیگه که حالا سر جاهاش برسیم انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. میفرماید آثار و برکات روزی ازدواج یکیش بیشتر شدن روزی هست. دوم دارا شدن اخلاق نیکوست. اینی که بین ضرب المثلی هست بین قدیمی هایی که میگن طرف بد اخلاقه، تا میگن بد اخلاقه، البته همیشه هم اینجور نیستا، اما تا میگن بد اخلاق هست میگن که آقا برو اینو براش یک همسری اختیار کن تا خوش اخلاق بشه. حالا اینو بیشتر راجب مردها میگن، ولی خیلی جالبه که روانشناسا اینو اثبات کردن که راجب زنها هم همینطوره، فرق نمیکنه. گیرم مردها در این زمینه در خیلی زمینه ها مسائلی رو بروز نمیدن، در یه سری موارد هم مواردشون رو بروز میدن. یکی از جاهایی که بروز میدن بد اخلاقی خودشون هست. خانوم ها در زمینه بد اخلاقی، بد اخلاقی رو به اون گونه که مردها بروز میدن بروز نمیدن، به صورت های دیگه بروز میدن، بهانه میگیرن، نق میزنن، غر میزنن. عرض به خدمتتون که تو این رده ها اینجا قدیمی ها میگفتن که آقا فلان کس که بد اخلاق شد، بد خلق شد، برید براش همسر اختیار بکنید. در احادیث هم این مطلب هستش که دارا شدن اخلاق نیکو از آثار و برکات ازدواج. سوم در مورد مردان ازدیاد جوانمردی رو به دنبال داره. چهارم فضیلت زیاد عبادت هست برای چنین اشخاصی. پنجم مورد نظر و رحمت پروردگارشون قرار میگیرن این اشخاص. این مواردی بود که ما معدلگیری کردیم از سه دست احادیثی که در این زمینه ما داشتیم. حالا ببینید نظر روانشناسان در این مورد، ببینید که اون رو هم ما یک معدلگیری کردیم و جمع‌بندی کردیم، ببینید که چقدر جالب هست. یک صلواتی محبت بکنید تا اون رو هم بخونیم براتون. ببینین این بحثو کامل دقت بفهمید، خیلی جالب هست. بعد میخوام انشالله این بحثو که روانشناسان از سنی و شیعه، از غیر مسلمان این مطلب رو مطرح کردن، یک معدل کلی ما گرفتیم، بعد میخوام این معدلمونو ببریم تطبیق بدیم با آیات قرآن، ببینیم که قرآن کریم در حدود 1400 سال پیش چقدر زیبا این مطلب رو بیان کرده، با یک واژه، با یک لغت چقدر زیبا این مطلب رو بیان کرده، چقدر جالب. اول اجازه بدید دیدگاه روانشناسان رو یک معدلگیری بکنیم ببینیم نتیجه‌اش چیه، بعد بریم سراغ آیه قرآن کریم. اگر یادتون باشه عرض کردیم اگر در جامعه ازدواج رونق داشته باشه و دختر و پسر اون جامعه دلشون به اون همسری که برای خودشون در نظر گرفتن خوش باشه، دائما در فکر رضایت همسر خودشون و آینده زندگی خودشون هستن، دیگه چشمشون دنبال دیگران نیست. اگر اینها دختر باشن، دخترانی که میخوان شوهر بکنن، دائما در این فکر هستن که چگونه خودشون رو برای شوهرانشون بیاراین. حالا این شوهر، شوهر آینده او هست، الان براش در نظر گرفته شده که ما از نظر عرض به خدمتتون که
از نظر دیگری ما میگیم که مثلا فلانی نامزد کرده یا کاندیدش کردن برای فلان کس، البته در جایی که این کاندید 100% باشه، نه اینکه یک کاندید 50-50 و نیمبن باشه، این کار اصلا خطرناک هست. نامزدش کردن یعنی واقعا او رو در نظر گرفتن، تمام مسائلش رو نوشتن روی کاغذ، آوردن شاهدین امضا کردن توی جلسه مثلا، همه تمام شده، یک عقدی هم خواندن با یک زمان مشخصی که او این فرد این فرد محرم هست. اگر اینجا دختر خانومی باشه که فکرش اینه که تمام فکرش اینه که چگونه خودش رو برای شوهر آینده خودش و شوهر کنونی خودش بیارایه، فکر این نیست که دیگه برای دیگران این کار انجام بده. اگر پسر باشه، از همون موقع این مطلب در فکر و ذهنش میره، خوب توجه بکنید، این مطلب در فکر و ذهنش میره که من یک خانومی رو دارم، فلان کس خانوم من هست. دقت بکنید، باید چه کار بکنم که مثلا موقعیت کاریم، موقعیت خانه‌ای که میخوام داشته باشم، موقعیت منابع درآمدی خودم، اینها رو چگونه برم تأمین بکنم و درست بکنم. از همون موقع به بعد یک فرد دیگری رو در زندگی خودش شریک میدونه، یعنی خودش رو با اون فرد 50-50 در امور خانوادگی و مسائل خانوادگی میبینه. دائما تو این فکره که حالا میفته برم اول مثلا سربازیمو انجام بدم، بعد برم فلان کار رو بکنم، بعد مثلا فلان موقعیت شغلیمو درست کنم الاخر. خب این یک مطلب روانشناسانه است. یعنی چی؟ یعنی این که افرادی که در این زمینه کار کردن، خود ما هم این رو حسن و وجدانن در میابیم که آقا چنین هست. یعنی یک فردی که میاد قدم میذاره برای این امر مهم ازدواج، اگر خانوم باشه این چنین فکر میکنه، اگر آقا باشه این چنین فکر میکنه. ضد این قضیه رو در نظر داشته باشید، یعنی مسئله ازدواج نباشه، صرفاً دوستی دختر و پسر باشه. در دوستی های دختر و پسر اینجا یک پرانتزی باز کردیم، میخوایم رد بشیم بحث رو، فقط میخوایم نکته رو بهش اشاره بکنیم، بعداً هم باهاش کار داریم که خانواده هایی که میگن آقا فعلاً ازدواجی صورت نگیرد، یه مدت این دختر و پسر با هم بگردند ببینن از همدیگه خوششون میاد، بعد ما بریم جلسه بگیریم. ولذا الان یه مقدار حالت مد هم بین این خانواده ها پیش اومده، یعنی اینکه طفلک ها یه مقیه دهی از اینا که همون باز میریم جزو شنگول آبادی ها و منگول آبادی ها که اینا از طفلی ها از اونجا اومدن، نمیدونن، دست خوششون هم گم کردن، همین دیدن یه چیزی تو ماهواره ها، دیدن یه چیزی تو فیلم ها، دیدن یه چیزی مثلا تو فیلم های تلویزیونی دیدن، بلافاصله بهشون حرف میزنی، این طفلی ها میگن که بذار دختر پسر برن بگردن به اخلاق هم آشنا بشن، که این اصلا یکی از مزخرفترین حرف هاست. یعنی ما دیگه حرفی مزخرفتر از این شاید نداشته باشیم. چرا؟ علت رو عرض میکنیم، بی دلیلی که صحبت نمیکنیم. شما زمانی که دو تا دختر پسر با هم دوست میشن، معلوم نیست که اینها میخوان ازدواج بکنن یا نه، دختر یک فکر داره، پسر یک فکر داره. شما بگید فکر دختر چی؟ من به شما عرض میکنم، ببینید همین درستی هم. دختر در این فکره که این پسر که الان باهاش دوست شده چجوری بتوانه تمام توجه این پسر رو به سمت خودش جلب بکنه و او رو جذب خودش بکنه که بتوانه در آینده نزدیکی با او یک خانواده تشکیل بده بدون برو برگرد. شما میگید آقا دخترهایی رو دیدیم که اینجوری نیستن. من میگم در عالم خلقت اصلا ما استثناء داریم. استثناءات بذار کنار. زنا همه زنن، اخلاق زنونگی دارن. شما میگی من یک زنی پیدا کردم اخلاق مردونگی داره، مثل مردا حرف میزنه، صداش همه مردا درشتره، بعضی چهار تا مرد کار میکنه، نمیدونم میره مثلا بالای ساختمون 8 طبقه، نمیشم. استثناء همه جا هست، تریلی میرونه فلان، استثناء همه جا داره. منم قبول دارم استثناءات بذارید کنار، 90% به بالا این قضیه است که عرض میکنیم. یعنی دختری با پسری آشنا میشه، تقریبا محاله 10% رو منها بکنید، حد اکثر 10% که کمتر هم هست، بقیهش به دنبال این هست که چی؟ که این که یک جوری توجه این پسر جلب بشه و جذب بشه، بتوانه در آینده نزدیکی با این پسر تشکیل خانواده بده. همه فکرش دنبال این قضیه است، به چیز دیگری فکر نمیکنه. پسر در چه فکریه؟
پسند در فکر اینه که حالا ما میریم با این آشنا میشیم، تجربه میکنیم ببینیم زنداری یعنی چی. یعنی پسر، حالا باز درصدهایی را تو این پسرها شما منها کن بذار کنار، اونایی که خود انسان‌ترن، ناموس شناس‌ترن، سعی میکنن ناموس مردم و ناموس خودشون بدونن فلان، اینا را منها کن. درصد زیادی از اینها فقط فکرشون تجربه کردن هست، نه چیز دیگر. یعنی میگه من دوست بشم، البته به دختره بروز نمیده ها، میگه من دوست بشم تا ببینم که این دختر خانوم چجور هست، به چه درد میخوره. رو این ما یه مقدار دوستی خودمون رو آزمایش بکنیم، بعدن خواستیم زن بگیریم واقعا عرض به خدمتتون که وارد شده باشیم، بدونیم که مثلا چجوری باید حرف بزنیم، چجوری هدیه بخریم، چجوری مثلا بیرون بریم، چجوری گشت و تفریح بریم. این هم در فکرش تجربه کردن است. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس مسئله دختر و پسر و دوستی بین اون دوتا اگر نخواد به ازدواج منجر بشود، حداقل مینیموم این قضیه این هست که اگر اینها به هم بخورد، که قطعا هم به هم میخوره، چون به پسره میگی که چرا با این خانم ازدواج نکردی، میگه امروز این الان با من بود، من چه میدونم در گذشته با کی بوده، فردا با کی هست، پس شما با کی ازدواج میکنی، میگه با اون کسی که راضی نمیشه با من بیرون بیاد، با من حرف بزنه، با من رابطه داشته باشه. برای چی با این ازدواج میکنی؟ میگه برای اینکه این آدم مقیدیه، من میدونم این گذشته کاملا پاک و صافی داشته، این به درد من میخوره. همه ی پسرها هم شما برید بپرسید، مگه پسر خودش هرزه باشه، شوتینگ هم باشه، دخترم از این بدتر باشه، اونا رو هم استثنا کن، بقیه همه جزو همین موردی که عرض میکنم. غیر از این بود شما برای من بنویسید، من نظرتون رو در بحث هر جا که هستید من میگیرم، نظر شما از طریق سایت میگیرم، از طرق دیگر میگیرم، منعکس میکنم، اینجا مشکل نداره. ببینید غیر از اینه، مگر شوت باشه پسره، وگرنه عاقل باشه، حرف عاقل نه هم داره میزنه، حرف خلاف عقلم نمیزنه، منطقم همینو میگه، میگه من کجا بدونم این آدمیه که قبلا با کسی نبوده. حالا اون دلیل بر نمیشه که واقعا قبلا با کسی بوده، طرز فکر اینه، یعنی این گمان خوب نداره نسبت به این قضیه، چون میدونه اون به راحتی در اختیار او قرار گرفته، میاد بیرون، میرن مثلا کافی شاپ، میرن نمیدونم رستوران، میرن نمیدونم چی، مثلا میگه که این خیلی راحت داره میاد. میگه آقا هر وقت به اون آدم لاتم میگی که شما کی ازدواج میکنی و با کی ازدواج میکنی، میگه با یه خانومی با پوشش اسلامی و خیلی مهجره باشه، تو این مسجدا یه کسی نمیتونی برام پیدا کنی ما ازدواج کنیم باشه، خانم متدینی باشه. بسیاری از این آدم ها رو خود بنده دیدم که وقتی میخوان ازدواج بکنن میگه تو این مسجدا که شما میری، تو این حسینه خانم خوب نمیتونی برام پیدا کنی. میگه آقا این همه خانم دور و برتن که داری میچرخی منو، میگه نه اینا که زن آدم نمیشن که. ببینید یعنی اینا بازیچن، دختر و پسر، دوستی دختر و پسر ممکن قسمتش این مسئله است. پس دختر و پسر اگر دوستیشون به هم خورد، دقت بکنید، اگر به هم خورد، دختره اون وقت به چه مسائلی دوچار میشه از نظر روحی و روانی؟ شما بهتر از منده میدونید، همه این مطلب رو بیان کردن. دختره به یک مسائل بغرنج روحی و روانی که بعضیاش اصلا جبران پذیر نیست، افسردگی هایی که میگیرن از این جهت بسیار زیاده، بعضیاش حتی به خودکشی میرسه، چون ظرفیت زنها هم خب میدونید با ظرفیت مردها برابر نیست در این زمینه ها، و از اولم قصد اون دختر مشخص بوده دیگه که من برای شما عرض کردم. پسر هم که اینو خیالش نیست، اگر مقید نباشد، انسان نباشد، انسانیت سرش نشود، ناموس مردم و ناموس خودش نداند، این رو ول میکنه یکی دیگه، اونم ول میکنه یکی دیگه. این پرانتز رو ببندید. این سوال رو میخوایم مطرح بکنیم، اگر جوانی چه دختر و چه پسر در موقعیت ازدواج قرار گرفت و به هر دلیلی نتوانست ازدواج بکند، پیامدهایی داره. اون مطلب دختر و پسر رو بذارید کنار، اون تمام شد، چون یه ربط کوچیکی با این تیکه بحث ما داشت عرض کردیم.
اگه نتونه ازدواج بکنه دختر رو پسر به هر دلیلی در موقعیت ازدواج هم باشه، آیه قرآن یادتون باشه، میخوایم نتیجه بگیریم، منتظر پیامدهای منفی باید باشه. از جمله چی؟ روانشناسان از جمله این موارد رو عنوان میکنن. یک، تشتت فکر. کسی که موقعیت ازدواجش هی داره روز به روز میگذرد، چه پسر چه دختر باشه، تشتت فکریش هم زیادتر میشه. میگید نه شما برید ببینید عملا این هست یا نه، تشتت فکریش زیاد میشه، مخصوصا تشتت فکر در خانوم ها و دختر خانوم ها نسبت به آقا پسرها حتی تا 50% هم میرسد که بیشتر هست، یعنی دو برابره. دوم، اگر آدم متدین و مقیدی نباشه، قبلا هم عرض کردیم خودش رو محق میدونه که دنبال هرزگی بره، چون میدونه وقت ازدواج گذشته و میگه کسی به من زن نمیده و پدر مادرم یا پدر مادرم به فکر من نیستن و منم که نمیتونم این کارو بکنم، خدا خودش بهش میگن آقا خدا من اینجوری فهمیدم، میگه خدا خودش بفرماید به من که گفت، منم جواب خدا رو میدم، میگم کسی که برای من زن نگرفت، برای من شوهر پیدا نکرد، منم محق میدونم خودم برم دنبال این کارهایی که دیگران دارن، افراد فاسد و هرزه دارن انجام میدن. این دوتا اگرم متدین باشه که میدونید چقدر باید سختی رو تحمل بکنه در این زمینه. سوم، عارض شدن مسائل روحی و روانی هست. از جمله اینا رو دقت بکنید، اینا مسائل روانشناسی قضیه است. کم حوصلگی، کسانی که وقت ازدواجشون رسیده و داره میگذره، هر چی میگذره کم حوصله تر میشن، حوصلهشون کمتر میشه. بد اخلاقی، خلقشون دیگه خلق نیکویی نیست. تیره و تار دیدن تمام قسمت‌های زندگی یا اکثر موارد زندگی، هر چی سنشون میره بالاتر، مخصوصا در خانم‌ها این مطلب به وضوح دیده میشه. به پایان خط رسیدن، یعنی بعضی از اینا خیال میکنن که دارن به پایان خط میرسن و دیگه دنیا براشون جذابیتی نداره، جالب نیست. مثلا شما به اینا بگو که آقا جون، به یه خانومی که وقت ازدواجش، نه همه یه خانومها، یه عده رو باز اینجا منها بکنید، استثناء بکنید، اکثر اینها و اکثر آقایون پسرها هم همینطور، مثلا بهش میگه خونه فلان فامیل میخوایم بریم، برو بابا، ما بیا میگیم چی، حالا بی خودی، آقا مثلا عمه تو داری میری سلام ما رو برسون عیدیمون هم بگی، ما نمیایم. میگه آقا مثلا سله رحم چه با اوصله کی داره سله رحم، برو بابا کی حرف زده فلان. حالا همینو شما ازدواج بکنه همش میگه شما خونه عمت نمیای، شما خونه خالت نمیای، میگی همون عمه و خاله سو، میگه نه عمه خوبه، خاله خوبه، عمو خوبه، دایی خوبه، پشت بریم خونه شون مثلا ببینیم عمه چی میگه، خاله چی میگه. اینجوری میشه. مسئله بعدی، قیودات را کنار گذاشتن. اینا البته نسبی هستشا، تو افراد نسبیه. باز متدینین رو شما منها بکنید، شروع میکنه فلان شلوار رو پوشیدن، فلان مو رو برای خودش انتخاب کردن، فلان عطر رو مثلا خالی کردن رو سرش، چه میدونم مثلا کارهایی میکنه که حتی باعث اذیت و آزار افراد جامعه هم میشه، این کار رو انجام میده. بعضی هاشون حتی علناً بهشون میگی، یعنی وقتی بهشون میگی که آقا یا خانوم مثلا شما چرا این کار رو انجام میدی، همچنین میکنه شما راست میگی، برو برای من یه کاری بکن، من ازدواج میکنم، نفر منو پیدا بکن، همسر منو شما برای من پیدا بکن. مسئله بعدیش، قطع رابطه با دوستان و فامیل. مسئله بعدیش، طلبکار بودن از همه چیز و از همه کس و همه کس رو مقصر دانستن در این که این نتوانسته ازدواج بکنه. به داداشش میپره، به خواهرش میپره، به باباش میپره، به مادرش میپره، به اقوام و خیشانش میپره، همه رو مقصر میدونه در این که تصورش برای این است که نذاشتن که این ازدواج بکنه، از زمان ازدواج این گذشته، و میبینه که دیگرانی دارن ازدواج میکنن و اونها چگونه به متأهلین دارن، به خانواده متأهلین دارن اضافه میشن. عرض کردم باز اون افرادی که خانم ها و آقایون متدینو بذارید کنار، را که اینا تو ذهنشون نیستا، داریم عمده قضیه رو عرض میکنیم. توقع احترام داشتن از دیگران،
دوست دارن که هر کسی به اینها احترام بگذاره. اصلا این تو ذهن ایناست که وقت ازدواجشون میگذره. زود رنج شدن از هر چیزی، اینها بلافاصله رنجیده خاطر میشن و دلشون میشکنه و دوست دارن بنشینن گریه بکنن، مخصوصا تو خانم ها بیشتر، و قهر زیاد میکنن، قهر کردنشون زیاد میشه. شکننده شدن از اوصاف چنین اشخاصی است. انزوا اختیار کردن، همش یه گوشه نشستن رابطه با خیلی ها رو قطع کردن. حسادت کردن شدید به انواع مختلف. باز عرض میکنم متدینین رو جدا کنید، یک تذکر دیگه هم اینجا میدیم، اون وقت دو سه تا مطلب داریم که عرض بکنیم. یادتون باشه این فقط برای افرادی نیست که اصلا ازدواج نکرده اند. اینو تو گوشتون داشته باشید. خانم ها و آقایونی که ازدواج کردن، به هر دلیلی ازدواجشون با مرگ شخص منجر به قطع شده یا به طلاق منجر شده، اینها هم همین موارد رو ممکنه داشته باشن. خیال نکنید فقط تنها کسانی هستند که اصلا تا حالا در عمرشون ازدواج نکردن. نه، کسانی هم که یک بار ازدواج کردن یا دو بار ازدواج کردن، اینا به شکست انجامیده یا با فوت طرف یا با دلیل دیگر این ازدواج قطع شده و از بین رفته، اونها هم همچین مطالبی دارن. و حتی این قضیه رو یادداشت داشته باشید، خانم هایی که ازدواج میکنن، که ما بعداً در انواع ازدواج و اقسام ازدواج عرض خواهیم کرد، ازدواج میکنن و شوهر اینها از دنیا میره یا به دلیلی طلاق میگیرن، در معرض این قضایایی که من عرض کردم از نظر روانشناسی بیشتر هستن. یعنی گوشه‌گیری، انزوا طلبی، توقع احترام داشتن، معلوم نیست چی میخوان، همه رو مقصر میدونن، همه چی ناراحتن. حالا اینا رو بعدن تو انواع اقسام ازدواج هم بهش اشاراتی خواهیم داشت، اونها بیشتر هم اتفاقا هستن تو این قضیه. اما اون مطلبی که اینجا باید خدمتتون عرض بکنیم، چون وقت کم هست، قبل از اینکه سراغ آیه دیگری از قرآن کریم بریم، این مواردی رو که گفتیم در اون آیه بررسی بکنیم، میخوام این مورد رو خدمت شما عرض بکنم. خدا گواه هست که ما بعضی هامون ظالمترین افراد هستیم و خودمون اطلاعی نداریم. وقتی واژه ظلم به کار می رود و ما می شنویم و واژه ظالم رو به کار می ره ما می شنویم، تصورمون از ظلم و ظالم این هست که یک نفر مثل صدام یا هیتلر یا جورج بوش یا نمیدونم اوباما یا نمیدونم بنیامین نتانیاهو، اینها بیان فلان عمل رو با فلسطینی ها، با ملت عراق، با افغانستان، با دیگران بکنن، ما بگیم چقدر اینها ظالمن، چقدر اینها ستمکار و ستمگر هستن. اما اصلا تو ذهنمون نمیاد که ممکن است یک پدر متدین، یک مادر متدینه، به همین مقدار یا درصدی کمتر، در نوع خودش به نسبه دارای ظلم باشه و آدم ظالمی باشه و در پیشگاه خداوند متعال پاسخگوی ظلم خودش باشه. پدران و مادرانی که به فکر ازدواج بچه‌های خودشون نیستن. خیلی جالب، من به عینه دارم میبینم پدران و مادرانی رو که بهش وقتی میگی چرا برای دخترت همسری اختیار نمی کنی، این همه خواستگار داره براش میاد و میره، چرا شوهرش نمیدی؟ برمیگرد میگه من این دختر نگذاشتم برای خودم که من کسی نهارم، اینم شوهرش بدم، کی بلو من میمونه، از من محافظت میکنه. این معلومه که اولا هیچ اعتمادی به خداوند متعال نداره، اصلا خداوند کسی نمیدونه، قدرتی نمیدونه، و ثانیاً این بچه رو به دنیا آورده که این بچه نوکرش باشه تا زمانی که این زنده است. بعد مرگش هم میگه گور باباش هر جوری میخواد بشه بشه، عوضش من دو تا علنگو بهش میدم، عوضش نمیدم 1,000,000 تومان تو بانک دارم میدم به این. بعدها اینا رو عرض میکنیم خدمت شما، نه 1,000,000 تومان برای چنین خانومی شوهر میشه، نه اون دو تا علنگو برای شوهر میشه. همه اینا رو من تو انواع ازدواج ها رو برای شما عرض خواهم کرد.
هیچ کدوم اینا جای همسر رو برای انسان نمیگیره. شما 100 میلیارد هم بگو من تو بانک دارم، دخترمو نگه میدارم، شوهر نمیدم، عوضش 100 میلیارد تومان بهش پول نقد میدم. 100 میلیارد تومان تو زب در 1000 بکن، عددی فوق تصور. جای شوهر رو برای یک خانوم چی نمیگیره. تموم شد. بعد اینها رو روز قیامت اون وقت خداوند متعال بیاره ازشون مؤاخذه بکنه، پدران و مادرانی که در امر ازدواج فرزندان خود کوتاهی کردن. یعنی باید دخترشون و شوهر میدن خواستگار میمده، پدره میگفته که آره دلم نمیاد که اینو شوهرش بدم. چه آخه من به کی شوهرشم؟ به این پسره نمم مثلا دماغش درازه، گوشش نمم بلنده، شبیه نمیدونم فلان نمم مثلا حیوانه، نمم منتسبش به فلان حیوان میکنه، نمم چی بکنه. این حرف رو دختران نگه میدارد 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 تا وقت این ازدواج این میگذره. اونجایی که پیغمبر فرمود حیاء زن یا ائمه فرمودن 9 برابر مرده، گمون نمی کنم کسی، نمیگم آدیش که نفهمیده ها، کم فهمیدن معنای این حدیث رو. یکی از معانی حدیث همینجاست، یعنی دختر روش نمیشه به پدرش بگه تو چه کاری داری با من انجام میدی، چه ظلمی رو داری در حق من میکنی، که خواستگارهای من رو بی جهت و بی دلیل، نه با دلیل، رد میکنی، ازدواج من رو به تأخیر میاندازی، بعد که من اینجوری سنم اینجوری مون حالا من خودت موندی چیکار کنی؟ بعد هم میگه آره این دختر مستمده، اصلا خدا خیرش بده، جزای دو دنیا رو بهش بده. تمام این دعاهایی هم که در حقش بکنی هیچ کدوم برای این دختر شوهر چی نمیشه. پسر رو هم به همین صورت، حالا پسر درصد کمتر. شما تصور میکنید بگید پسر لطمه کمتری میبینه، روز قیامت پدر مادرهایی در جایگاه الهی حاضر خواهند شد که نسبت به گناهانی که فرزندان اونها مخصوصا پسرها انجام دادن باید مؤاخذه بشن، یعنی باید جوابگو باشن. آقا این پسر تو این خانواده چرا نرفتی براش یک همسر پیدا بکنی؟ خواستگاری خودش میخواست بره پیدا بکنه؟ نه، قرآن میفهمد و انکحوا الایاما، براشون زن پیدا بکنید، به ازدواج اینها رو در بیارید. این کار پسر نبود، اون کار دختر نبود. دختر تو خونه هیچ وقت نمیاد بگه که حیاء او که 9 برابر مرد مثلا هست اجازه نمیده بگه که بابا من دارم میرم امروز بیرون که کجا میری؟ ماست بخری؟ نه. نان بخری؟ نه. سبزی بخری؟ نه. دانشگاه بری؟ نه. مدرسه بری؟ نه. پس کجا میری؟ میرم که یک شوهری برای خودم پیدا کنم. و چی اومده همچین حرفی بزن؟ انکحوا الایاما یعنی به ازدواج نبیر، اونو باید تو شوهرش بدی. نشستی همچین خودش بره زن بگیره. اگه زن گرفتن خودش بلد بود بره بگیره، اونم به تو وقتی به همگش میگه دیگه مادر آره برو سر کار یه پولی بیار به شوهرت بگو پولی بیار ما بخوریم، شوهرم چی میکنه؟ خودت برو در بیار، خودت برو در بیا پول، خودت برو در. چطور پول در آوردن رو میشناسی؟ الحمدلله به شوهره میگی برو در بیا پولی با ما بده، مثلا یخچالمون رو عوض کنیم، ماشینمون رو فلان کنیم، ولی نوبت به زن گرفتن برای پسرت همسر اختیار کردن میشه، خودش بره بگیره، من چه میدونم، گوش نمیدونه فلان. شما یک روز اگر شوهر در دادن نفقه یعنی خرجی خونه به شما کم بذاره، کوتاهی بکنه، انقدر پیگیری میکنه دیمار از روزگار این مرد در میاره. اما برای ازدواج کنشتن چون من یه بار رفتم گفتم، گفت نمیخوام، تموم شد. شما در مورد پول گرفتن هم همینطوره، یه بار رفتی گفتی گفت من نمیدم پول، کفش نمیتونم بخرم، فلان وسیله زندگی رو نمیتونم تعویض کنم، دیگه من منصرف شدم. یه بار ما گفتیم منصرف شدیم، ما نشنیدیم تا الان همچیز، به خدا نشنیدیم همچیز که یه بار گفتیم منصرف شدیم. انقدر پیگیری میکنه تا اینو تبدیلش بکنه به احسن فلان وسیله و علاقه. اینها ظالمند، ستمکارن، ستمشون هم این هست که برای فرزندان خودشون همسری اختیار نکردن، چه دختر چه پسر، مخصوصا دختران که حیاشون اینقدر زیاد هست نمیتونن اونها بگن، وظیفه پدر و مادر هست. حالا ببینید این مسائل روانشناسی رو که ما بعضیاشو برشمردیم، بیایید آیه 21 سوره مبارکه روم این آیه رو ببینید. دنیایی از حرف، اقیانوسی از مطلب هست، واقعا عجیب، واقعا عجیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاته،
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، و از نشانه های پروردگار اینه. اولا ازدواج رو از نشانه های پروردگار دونسته، این خیلی حرف. اینی که خلق کرد برای شما از جنس خودتون زوجی رو براتون، زن هستید مردی رو براتون خلق کرد، مرد هستید زنی رو براتون خلق کرد، یک زوج در کنارتون خلق کرد. اگر این کارو نمی‌کرد خلقت ناقص بود. خیلی جالب، نمی‌کرد این کارو خلقت ناقص بود. اینو جای دیگه در آیه قرآن بیان می‌فهمند. برای چی این زوج رو خلق کرد؟ زن رو برای مرد، مرد رو برای زن. فقط و فقط دفع غرایز جنسی هست؟ نه، اصلا واژه رو ببینید چه واژه عجیبی است. میفرماید لتسکنوا الیها، سکنه شما در لغت که مراجعه میکنید چند تا معنی جالب داره. سکنه، تسکنوا از سکنه میاد، سین کاف نون، به معنای آرام گرفتن بعد از حرکت، یعنی ایستادن، اطمینان پیدا کردن، میل پیدا کردن، آرامش باطن و انس گرفتن. اینها از معانی سکنه هست. شما آیه‌ای تو سوره توبه دارید خیلی جالبه، خداوند متعال به پیغمبرش میفرماد و صل علیهم، آیه 103 سوره توبه، و صل علیهم ان صلاتک سکنه لهم. میفهمد به پیغمبرش که ای پیغمبر برو برای اینها نماز بگذار و یا دعا بخون برای اینها، دعا بکن برای اینها. اون دعای تو عبارت دارت در آیه سوره توبه دعا کردن، نماز خوندن نیست. دعا کن برای اینها، دعا کن برایشون، دعای تو برای اینها آرامش خاطر و اطمینان هست. با دعای تو این مردگان، مردگانن، آیه برای اینها هست، آرامش پیدا میکنن. خیلی جالبه، سکنه رو اینجا همون سکونتی که خداوند متعال به پیغمبرش میفهمد ان صلاتک سکنه، اون سکونت آرامش میاره لهم برای این، برای ایشان. در این آیه شریفه برای ازدواج هم همین رو استفاده کرده، لتسکنوا الیها، این زوج و خداوند برای شما در نظر گرفت که به واسطه این زوج سکونت و آرامش پیدا بکنید. یعنی چی؟ یعنی اطمینان خاطر، یک آرامش درونی و برونی پیدا بکنید. چقدر این جالبه. پس فقط یک مطلب دفع غرایز نیست، اصلا مطلب وسیع‌تر از این حرف هاست. اینو آورده کنار، یعنی سکونت به وسیله زوج، آرامش پیدا کردن با زوج یا زوجه، قرآن کریم آورده سکنه رو جای دیگه هم استفاده کرده که در کنار عمل پیغمبر، یعنی عمل پیغمبر هم همین کار رو انجام میده، آرامش ایجاد میکنه. این آرامش خیلی مهمه و مفیده. همین آرامش رو شما میبینی که خداوند متعال خودش فرموده به وسیله زوج زوجه، یا به وسیله زوجه زوج میتونه کسب بکنه، یعنی اون آرامش رو بگیره، روحش اطمینان خاطر رو پیدا بکنه. فقط دفع غرایز نی. شما یه جوجه تو خونه داری، برو یه جوجه دیگه بخر بیا بذار تنگش، تا نیوردی بذار کنار این جوجه، تا نیوردی شما جوجه جیک 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 سرسام میگیری، یه دونه جوجه بخر بذار جیک 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 کلهشو میکنه لای این کله این جوجه، تا صبح میگیرن میخوابن هیچ دیگه جیک جیک صداش نمیاد. یه مرغابی برو تنها بیا بذار تو خونه، یه مرغی تنها بذار تو خونه. انس گرفتن و الفت گرفتن و آرامش پیدا کردن مطلب دیگری است، به دفع غرایز کاری نداره. ببینید واژه چقدر زیباست، میفهمد همه این کارو خداوند انجام داده. و من آیاته ان خلق لکم ازواجا من انفسکم، من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. وقتی که شما اومدید این کار انجام دادید، یک آرامش خاطری پیدا میکنید، درون و برون شما دارای این آرامش میشه، الفت و انسی رو براتون ایجاد میشه. بعد میفهمد وقتی شما این کار کردید، از نظر طبیعی سکونت را پیدا میکنید،
بعد خداوند هدیه‌ای به شما میده، یه چیزی هم خداوند به عنوان این ازدواجی که شما کردید و انجام دادید، زوجی که اختیار کردید در کنار هم قرار گرفتید، خداوند هدیه عروسیتون رو بهتون میده. دو چیز رو خداوند هدیه بهتون میده. اون دو چیز چیه؟ و جعل بینکم مودتن و رحمه. مودت رو به واسطه همون خطبه عقدی که شما میخونید، مودت رو اونجا خداوند برقرار میکنه. مودت یعنی دوستی. و رحمه، و رحمتی که خداوند متعال برای شما برقرار میکنه اونجا دو معنی آورده، یکی معنی احسان یعنی نیکوکاری و نیکویی، یکی هم معنی نرمدلی و رقت کردن نسبت به هم دیگه. یعنی طرف دیگه از حال بند میگه که اخ دستت چی شد؟ میگه دست یه خود خون اومده. اخ چی شد؟ پاشم بدنم چست زخم بیارم بزنم نم بتادین بزنیم بهش، مثلا فلان محلول نم مثلا ضد عفونی کننده بزنیم. قصه این زوجش رو میخوره، زوجه قصه زوج رو میخوره. اینا تا دو ساعت پیش همدیگر رو نمیشناختن، تا دو هفته پیش، تا دو ماه پیش، تا دو سال پیش که همدیگر رو نمیشناختن اصلا. اون میگه آقا فلانی مرد، میگه خدا بیامرزه، ما که نمیشه. اینا میگه فلانی کسی مرد، و همون زنم میگه فلان مرد مرد. الان که با یک خطبه به هم محرم شدن چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش دو چیز، و جعل بینکم مودتا و رحمه. یکی رحمت بین اینها برقرار شده، که مودت برقرار شد. و لذا اونی که از طریق خلاف میره دنبال کارهای خلاف اصلا مودت و رحمت نداره. چرا؟ برای که از طریقی که خداوند فرموده نرفته، لذا دائما فکرش خرابه، دائما در خوف هست، حراس داره از یه چیزی که حالا اینا رو بهش اشاره خواهیم کرد که چه خواصی در همین خواندن همین صیغه عقد، چه دائمش چه موقتش نهفته، برای شما اینو در انواع ازدواج انشالله خواهیم گفت که استفاده بکنید. این آیه شریف است. آیه شریف 21 سوره مبارکه روم در ادامه آیه می‌فرماید که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این نشانه برای اون گروهی است که واقعا اهل تفکرن، بزن و برو نیستن، تو هر کاری بدون تفکر بخوان کار بکنن. اون گروهی که اهل تفکرن می نشینن، تفکر میکنن، تدبر میکنن، میفهمن که ما چه چیزی را برای اینها در قالب ازدواج قرار داده ایم، چه چیزی رو قرار دادیم. اگر به عمق این مطلب اینها دسترسی پیدا بکنند، همین دسترسی پیدا کردنش، همین یک آیه رو فهمیدن برای اینها شاید باعث نجات اینها بشه، که یه آیه قرآن رو فهمیدن. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. مطلب کمی نیست، متفکرین این قضیه ما رو در میابن. غیر از اون نه، هر کی تفکر بکنه که این من آیاتهی ان خلق لکم، این نشانه پروردگاره. چرا اومده این نشانه رو قرار داده؟ لتسکنون چه چیزهایی رو به دنبال داره؟ تمام اون مسائلی که از نظر روانشناسی رو گفتیم در دل این تسکنون خوابیده. حالا ببینید تمام اونام که از قرآن دور هستن اومدن مطلبی رو گفتن، شما همه رو تو یک واژه قرآنی پیدا میکنید. لتسکنون، آرامش پیدا بکنه این زن به این مرد، این مرد به این زن، آرامش پیدا بکنه، مهمترین چیز، و انس بگیره و الفت برقرار بشه. دو تا هدیه هم خدای تعالی به اینا بده. اینا همه و همه در دل ازدواج خوابیده، و متاسفانه پدران و مادران از این مطلبی که خداوند فرمود یتفکرون، یعنی متفکرین دنبال این هم حسن، غافلند. حرفای پرت و پلا بعضیاشون میزنن که هیچ اصول و اساسی ندارد، از عقل هم به دوره، و خطرات و پیامدهای منفی رو برای جوانها به دنبال داره، که وقت بعضیش اصلا دیگه قابل جبران نیست. ما امیدواریم که نسبت به این قضیه پدر و مادرها نگرش بهتری داشته باشن، با دید بازتری عمل بکنن. انشاءالله در جلسات بعدی سراغ انواع ازدواج ها میریم، روش بحث میکنیم انشاءالله،
و نتایج رو انشالله به عنوان معدل این بحث خدمتون تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.